دبی شهر که بیشتر فکر میکنند شهر رایشی برای افغان ها می باشد اما تعداد از افغان ها هم در این شهر به زندان به سر می برند این افغان ها به جرایم جنایی مختلف متهم و به زندان افتادند اما کنسولگری افغانستان در دبی سر به این افغان ها زده و تلاش برای جمعواری کمک به آنها کرده است دو تاجر افغان حاضر شدند که برای هر زندانی افغان در حد 120 دلار آمریکایی در شب های عید کمک کنند زندانیان دیم افغان هستند. اگر زندانی هم هستند افغان هستند و این وظیفه من است تا از آنها خبرگیری کنم آنها با وکیل ضرورت دارند مشکلات دیگری در زندگی زندانی خود دارند که باید همه اینها حل شود از دید انسانی هم میخواهم چنان که ما در عید خوش هستیم آنها هم خوش باشند و فکر نکنند که فراموش شدند تعداد این زندانیان به 113 تن میرسد که به گفته صمد افغان 80% آنها به جرایم قاچاق مواد مخدر به زندان افتادند از سوی هم در قوانین قضایی امارات برای متهمان قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر می شود اما این افراد حکم اعدامشان به 20 سال حبس تبدیل شده است زندانی خود زندانی است چون با مشکلات روانی تقریبا روحی دچار مشکلات می باشد و این کاری که از طرف کنسولی افغانستان به زندانی ها شده یک کار نیک و مثبت است چون بالای روحیشان تاثیرات مثبت خود دارد و یک کمک بسیار خوب و در موقع خوب به ایشان صورت گرفته در همین حال کنسولگری افغانستان در دبی برنامه را برای معرفی فرهنگ و عنعنات افغانی با دیپلمات های دیگر کشورها و ایجاد روابط اقتصادی تحت نام سهور که در امارات میان دیپلمات ها معروف است برگزار نموده است که در آن تاجران افغان نیز شرکت نموده و زمینه روابط خوب اقتصادی و همچنان کمک به سایر افغان ها را فراهم می سازد.